خطی بود، یه جریانی بود که طی اون جریان یه تعداد زیادی رو به قول خودشون برده بودن ربایش و حذف کرده بودن. اصطلاح عملیاتیش ربایش و حذف بود. کسانی که محاکمه شده بودن، کسانی صراحتا توی تحقیقات گفته بودن این پرینت کاری ماست، این شرح وظایف ماست، ربایش و حذف جزء وظایف سازمانی شغل ماست. چطور شده که در مورد این چهار نفر حالا جنجال را انداخته ای؟ صراحتا این حرفا بود. و من حدود 66-67 نفر اگر اشتباه نکنم رو که مدارک مستندات کافی برای این که بایستم از گفتم دفاع بکنم در مورد اونها داشتم، دو بار سه بار منتشر کردم اسامی اینها رو، داستان منحصر به این چهار تا یا این شش تا، حتی اولم شش تا مطرح شد، یعنی پیروز دوانی و مجید شریف هم بودند، بعد حتی از این شش هم دو تاش رو حذف کردن، شد زنده یاد فروهر و خانمش و پوینده و مخلص. در هر صورت این یه جریانی بود که به هیچ وجه خودسرانه نبود. دو تا معاونت، سه تا اداره کل اون تشکیلات درش درگیر بودن. این صحبت های بود که خود متهمین صحبت کرده بودند که من حتی پرونده فروهر رو میخواستم برم بگیرم برای آدرسش، رفتم گفت اینجا اومدی چه کار، برو از طریق سازمانی عمل بکن، بفرست بیا فلان بکنی که بگیرم. آدم هایی بودند که به هیچ وجه قربانیان خودشون رو نمیشناختن، به تو به عنوان شخص اصلا نمیشناختن، به وظیفه سازمانی بود رفته بودن عمل کرده بودن. تمام ترتیبات از کانال های رسمی صورت گرفته بود. من یادم در جواب سوال بازپرس که خب زارب فروهر و همسرش چه کسی بود، گفته بود که قراری ما داریم برای این عملیات، تو پله ها من دیدم کارت ها رو فلاح تحویل داد ولی به من اینجوری اشاره کرد و این یعنی که تو نباید باشی ببینی، برای اینکه اون کار واحد عملیات بود، به من مربوط نبود و من آمدم بیرون برای اینکه قرار سازمانی ما این هست. ما حتی برای حذف اینها دو نفر از پرسنل عملیات امنیت داخلی رو خواستیم، به سرتیمشون گفتیم فلانی یا فلانی رو به ما بدید، گفتن نه، ما کسی رو قرض نمیدیم، پروژه رو میگیریم یک جا، یک جام تحویل میدیم.